رضا زرع، متولد 12 سپتامبر 1983 یا 22 شهریور ماه 1362 در تبریز، بازرگان ایرانی مستقر در ترکیه. او تابعیت ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان و گذرنامه مقدونیه‌ای را داراست. به گیرنده های خودتون دست نزنید. شما بیننده کانال آژیر قرمز هستید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا پست‌های بعدیمون با خبر باشید. رضا زرع در سال 2013 به اتهام فساد اقتصادی در کشور ترکیه به مدت 2 ماه بازداشت شد و نهایتاً در دادگاه تبرئه شد. او سپس در مارس 2016 در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکا با اتهامات فساد اقتصادی و نقض قوانین آمریکا درباره تحریم‌ها علیه ایران بازداشت شد و تا ژوئیه 2019 در آمریکا زندانی بود. دولت ترکیه و چند تن از وزرای رئیس جمهور رجب طیب اردوغان در این پرونده درگیر بودند. گفته می‌شود رضا زرع همکاری‌های اقتصادی گسترده با شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی داشته است. رضا زرع در سال 1362 در تبریز و از پدر و مادر ایرانی و ترک زاده شد. در ابتدای زندگی رضا زرع با وجود مهاجرت پدرش به دبی ترجیح داد که در کشور ترکیه بماند. بعدها نیز تصمیم گرفت در کنار تحصیل به رسیدگی به کارهای تجاری پدرش مشغول باشد. اما به مرور زمان پا به عرصه تجارت‌های دیگر نیز گذاشت. او به دلیل استفاده از عنوان فرزندی حسین زرع یعنی پدرش و هم به واسطه آشنایی با دوستان آشنایان پدرش در طول سالها کار به طور نسبی برای خود نام و شهرتی دست و پا کرد. خانواده زرع علاوه بر ایران در 3 کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و امارات متحده عربی فعالیت‌های اقتصادی دارند و در زمینه‌های گوناگون بازرگانی و صنعتی همچون صادرات و واردات طلا و گوهر سنگ، جابجایی ارز، کشتی سازی، فولاد و غیره کار می‌کنند. حسین زرع، پدر رضا زرع، بعد از بازگشت به ایران فعالیت‌های خود را با تأسیس کارخانه چای فولاد ادامه داد. حسین زرع ابتدا در 22 اردیبهشت ماه سال 1387 شرکت صنایع فولاد کاوه تیکمه داش رو به ثبت رسوند. این کارخانه در 18 مهر ماه 1391 به بهره برداری رسید. رضا زرع با توجه به داشتن مستقلات فراوان در چند نقطه از جهان و دارا بودن صرافی بزرگی در امارات متحده عربی، جای خود را در میان بازرگانان و تجار به عنوان جوانی فعال و جویای نام و البته دست و دلباز و پول خرج کن باز کرد و نامش بر سر زبان ها افتاد. پیش از آن که رضا صراف با ابرو گندش خواننده پرآوازه ترکیه‌ای ازدواج کند، در سال 2002 از گونل زینالوا، یکی دیگر از خواننده های مطرح آن روزهای ترکیه، نیز خواستگاری کرده و با پاسخ مثبت گونل، رضا صراف بیش از پیش در کانون توجهات قرار گرفت. این پیوند و همچنین مجمول بودن رضا زرع در کنار اشتغال به کار تجارت و همگامی و همکاری دوستان و آشنایان پدرش پله‌های موفقیت را برای او هموار کردند. اما رضا زرع در سال 2008 در اقدامی بحث برانگیز به طور ناگهانی از گونل جدا شد و اعلام کرد با گونل هیچ رابطه‌ای نداشته و دیگر از او جدا شده. این موضوع رضا زرع را دوباره تیتر 1 روزنامه‌های ترکیه کرد. پس از گذشت 5 ماه از این جدایی، در سال 2009 رضا زرع رسما اعلام کرد که پس از مدت‌ها که با ابرو گندش رابطه داشته، حالا قصد ازدواج با او را داره. در فوریه 2010 مطبوعات ترکیه اعلام کردند که ابرو گندش یک خواننده سرشناس و نام‌آشنا با یک بازرگان سرشناس ایرانی‌الاصل اهل تبریز
و دارای تابعیت دوگانه جمهوری آذربایجان و ترکیه به نام رضا زراب ازدواج کرده و حاصل ازدواج این دو یک دختر است. رضا زراب رو یک بازرگان کاردار در زمینه نفت خام و طلا می‌دانند. او در ترکیه مالک هلدینگ رویال است. رضا زراب به واسطه فعالیت‌های اقتصادی خود در ترکیه شخصی شناخته شده است. او به یکی از نزدیکان رجب طیب اردوغان تبدیل شد، تا جایی که اردوغان بارها از او به عنوان جوانی خیر نام می برد. دولت آمریکا می گوید که زراب سالانه 11 میلیارد دلار آمریکا از کسب و کارهایش درآمد دارد و دارایی‌های او شامل 20 ملک، 6 اسب، 17 خودروی مجلل، 7 قایق تفریحی، 1 هواپیمای شخصی و بیش از 10 میلیون دلار آثار هنری است. بنا به این گزارش‌ها، یک کارمند زراب ادعا کرده که رضا زراب بر ساخت قایق تفریحی خود به طول بیش از یک زمین فوتبال با 3 زیردریایی شخصی نظارت داشته. در جریان ماجرای بحران فساد مالی 2013 ترکیه، در تاریخ 17 دسامبر 2013 واحد جرائم سازمان یافته پلیس ترکیه طی عملیاتی رضا زراب و حدود 50 نفر از افراد مرتبط با او را دستگیر کردند. رضا زراب متهم بود که در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران به انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی اقدام کرده است. در آذر ماه سال 1392 نام شرکت سورینت این بار در اتهام انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه توسط مطبوعات ترکیه مطرح شد. اما در ایران مقامات قضایی و دولتی موضع‌گیری در این باره نداشتند. وبگاه الف در این باره نوشت مطبوعات ترکیه با افشای انتقال غیرقانونی طلا از ایران به ترکیه و سپس دبی پای شرکت سورینت ایران رو به این پرونده باز کردند. با بالا گرفتن دعوای سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه میان جناح وابسته به فتح الله گولن و رجب طیب اردوغان و افشای پی در پی فسادهای مقامات و آقازاده‌های دولتی، پای سورینت ایران هم به این پرونده باز شد. جریان مربوط به کشف بیش از 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک ترکیه بخشی از اتهامات مختلفی است که علیه آقازاده‌های کابینه اردوغان مطرح شده است. بنابر این گزارش در تاریخ 1 ژانویه 2013 هواپیمای متعلق به خطوط هوایی ULS Airlines Cargo با محموله 1.5 تن طلا در فرودگاه آتاتورک متوقف می شود. مقصد بخشی از این طلاها شرکت‌های ترکیه‌ای بودند و بخشی نیز که به ادعای رسانه‌های ترکیه فاقد اسناد و مدارک رسمی بودند متعلق به شرکت سورینت در ایران بوده است. پس از افشای پرونده‌های زراب و فرزندان تعدادی از وزیران اردوغان برای مدت کوتاهی دستگیر شدند و کابینه حزب عدالت و توسعه دچار تغییرات گسترده‌ای شد. تعدادی از وزیران دولت اردوغان به دستور او استعفا دادند. اعتراض‌هایی نیز در شهرهای مختلف ترکیه انجام شد. اردوغان همواره اتهام فساد اقتصادی را توطئه دشمن خوانده است. او انگشت اتهام را به سمت کشورهای خارجی و فتح الله گولن رهبر جنبش خدمات که اکنون در آمریکا ساکن است نشانه گرفته است. اما در نهایت پس از گذشت چند ماه در ابتدا زراب و سپس سایر متهمان این پرونده با قید وثیقه آزاد شدند و پس از اون دادگاه استانبول رأی به تبرئه زراب و همکاران او داد. گفته شده که ایران برای رضا زراب امتیاز بازرگان امین قائل شده است. بانک‌های ایرانی مرتبط با موضوع به شرح بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک کشاورزی، بانک پارسیان، بانک توسعه صادرات ایران و بانک سرمایه بودند. رضا زراب در مارس 2016 در جریان سفری تفریحی به آمریکا به دلیل نقض تحریم‌های ایران در شهر میامی دستگیر شد و در مارس 2017 نیز محمد هاکان آتیلا مدیر پیشین بانک خلق دستگیر شد. کاملیا جمشیدی و حسین نجف‌زاده دو ایرانی دیگر نیز به همراه او دستگیر شدند.
بر پایه دادخواستی که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد، رضا زراب و کارمندش کاملیا جمشیدی 29 ساله و حسین نجفزاده 65 ساله کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودند. از اتهامات آنها توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب پولشویی بود. به گفته مقام‌های قضایی آمریکا، این جرایم ادعایی در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 انجام شدند. در همین راستا تیم وکلای زراب شامل رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و مایکل میوکیزی، دادستان کل پیشین آمریکا نیز به دادگاهی که بررسی آزادی موکلش را با وثیقه 50 میلیون دلاری آغاز کرده، پیشنهاد داد که به جای زندان او را به حبس خانگی در آپارتمان زیبایی در منهتن نیویورک نگهداری کنند. نخستین جلسه دادگاه زراب در اردیبهشت ماه سال 1395 در نیویورک برگزار شد و او اتهامات مربوط به برنامه‌ریزی توطئه برای انجام صدها میلیون دلار مبادلات مالی برای کمک به ایران را رد کرد. با ادامه دادرسی، رضا زراب گفت که رجب طیب اردوغان به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرده است، اما اردوغان این اتهامات را رد کرد. اردوغان و رودی جولیانی تلاش کردند که زراب را به ترکیه برگردانند. پس از آنکه زراب به همکاری با دادگاه موافقت کرد، برای حفظ امنیت به یک زندان محلی منتقل شد. در آن زمان اردوغان خانه و دارایی‌های زراب در ترکیه را مصادره کرد. رضا زراب پس از سپری کردن 28 ماه زندان در ژوئیه 2019 آزاد شد و به ترکیه برگشت. در مه 2018 مهمت هاکان آتیلا به جرم کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در دادگاهی در نیویورک به 32 ماه زندان محکوم شد. در اکتبر 2019 شبکه خبری بلومبرگ گزارش کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از نیمه دوم سال 2017 به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آن هنگام آمریکا فشار می‌آورد که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا را برای کنار گذاشتن پرونده جنایی علیه رضا زراب قانع کند، اما وزارت دادگستری چنین کاری نکرد. بنابر گزارش‌ها، رضا زراب بازرگان ثروتمند و همکار بابک زنجانی که مدت‌ها ناپدید بود، با نام تازه‌ای به نام آرون گولد اسمیت در کاخ لوکسی در شهر میامی آمریکا زندگی می کند. رضا زراب که هم با مقامات جمهوری اسلامی و هم با مقامات دولت ترکیه و به ویژه خانواده رجب طیب اردوغان مناسبات و همکاری های نزدیکی داشته است، از راه انجام معامله برای دولت ایران با دور زدن تحریم های آمریکا به ثروت عظیمی دست یافت. رضا زراب در سال 2016 به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا بازداشت شد و با دادگستری آمریکا همکاری کرد، اما پس از آن دیگر خبری از او نبود، تا اینکه آدم یاوز ارسلان او را با هویت ساختگی تازه‌اش در بخش دارانشین شهر میامی پیدا کرد. رضا زراب اکنون صاحب یک مرکز پرورش اسب مسابقه به بزرگی 8 هکتار به نام نکست لول در میامی. مرسی که با این ویدیو هم ما رو همراهی کردید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید. حتما زنگوله رو فشار بدید که از پست‌های بعدیمون با خبر بشید. اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و نظرتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنید.